از بررسی زمینه‌های تاریخی آغاز جنگ بین ایران و عراق چه درس‌هایی برای پرهیز از جنگ در آینده می‌توان گرفت؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. در تقویم جنگ‌های قرن بیستم، 31 شهریور ماه به عنوان روز آغاز جنگ تمام‌عیار بین ایران و عراق ثبت شده است. روزی که نیروی هوایی عراق با بمباران فرودگاه‌های ایران به این کشور اعلان جنگ داد. اما هیچ جنگی یک شبه آغاز نمی‌شود. گلوله باران مناطق مرزی از ماه‌ها قبل آغاز شده بود و تنش لفظی و دیپلماتیک بین دو کشور حتی قبل‌تر از آن. چند ماهی پس از انقلاب اسلامی ایران، رابطه دیپلماتیک بین ایران و عراق رو به تیرگی گذاشت و روند وخامت اوضاع با سرعت به جایی رسید که صدام حسین با صدور فرمان حمله نام خود را به عنوان آغازگر یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن گذشته در تاریخ ثبت کرد. مقدمات جنگ ایران و عراق چه بود؟ در نتیجه کدام اقدامات و موضع‌گیری‌های دو طرف دیپلماسی به تدریج تعطیل شد و توپ و تفنگ به میدان آمد؟ و از بررسی این زمینه تاریخی امروز چه درسایی را برای پرهیز از جنگ میتوان آموخت؟ این پرسش‌ها را در میان خواهیم گذاشت با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس با ماست، منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ما خواهد بود، و مراد ویسی، روزنامه‌نگار از رادیو فردا از شهر پراگ، تی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشین. دو کشور مسلمان و همسایه طولانی ترین جنگ قرن بیستم را رقم زدند. سالها از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق می گذارد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت پس از امضای قطعنامه پایانی جنگ، عراق را متجاوز به خاک ایران دانستند. تنش‌های دو کشور اما ماه‌ها قبل از آغاز جنگ شروع شده بود و منتقدان می‌گویند بنیانگذار جمهوری اسلامی هم به آن دامن می‌زد. آیت الله خمینی از صدور انقلاب می‌گفت و به گفته دولت عراق از شورشیان عراق حمایت می‌کرد. صدام هم نگران نفوذ ایدئولوژیک ایران در عراق بود و هم رویای رهبری جهان عرب را داشت. آقای منتظری در مصاحبه‌ای با یکی از برنامه‌های بی بی سی درباره شعارهای مانند صدور انقلاب که باعث به گفته او وحشت کشورهای اطراف شده بود گفت که به منزل آیت الله خمینی رفت و به او گفت در دنیا رسم است در کشوری که انقلاب می‌شود هیئت‌های حسن نیت به کشورهای مجاور می‌فرستند و به آنها اطمینان می‌دهند که روابط ما مانند گذشته است. ما متاسفانه این کار را نکردیم و هر چه زودتر این کار را بکنیم بهتر است، چرا که صدام زمزمه جنگ می‌کند و قرارداد الجزایر را پاره کرده. آیت الله خمینی به گفته آقای منتظری با این کار مخالفت می‌کند. به او گفتم ما نمیتوانیم دور کشور دیوار بکشیم. بالاخره میخواهیم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشان گفتند نخیر، ما میخواهیم دور کشور دیوار بکشیم. آیت الله خمینی صدام حسین را کافر میخواند و از ملت عراق میخواست علیه او قیام کنند. شما هم همین کار را میکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن. همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان‌ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. در اولین سالگرد انقلاب، طارق عزیز معاون صدام توسط حزب اسلامگرای دعوه مورد سوء قصد قرار گرفت. ماموران صدام هم محمد باقر صدر از رهبران شیعه و خواهرش بنت الهدا صدر را کشتند. صدام خواهان خروج ایران از تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا شد و این درخواست را به سازمان ملل حواله داد، ولی از طرف این سازمان نادیده گرفته شد. پس از آن دست به اخراج نزدیک به 70,000 ایرانی ساکن عراق زد. تنش‌های مرزی بین ایران و عراق چند ماهی قبل از آغاز رسمی جنگ شروع شده بود.
عراق خواهان مالکیت شط العرب یا اروندرود بود، درخواستی که ایران نپذیرفت و همین بهانه شد تا صدام به مرزهای ایران حمله کند. جنگ ایران و عراق بدون هیچ دستاورد نظامی برای دو طرف به پایان رسید. نزدیک به 1,000,000 کشته و صدها هزار معلول و میلیاردها دلار خسارت نتیجه جنگی بود که هنوز پس از گذشت بیش از 2 دهه زخمش التیام نیافته. متشکرم از همکارم مریم افشنگ برای تهیه گزارش و خوش آمد میگویم به مهمانانی که دعوت ما رو پذیرا شدن. در خدمتشون هستیم. آقای فرهنگ، شما نماینده ایران در سازمان ملل متحد بودید در یکی از پرتنش‌ترین دوران‌های به لحاظ دیپلماتیک بین ایران و عراق. شکایت زیادی از هر دو طرف به سازمان ملل میرفت. چند ماهی قبل از آغاز جنگ شما ماموریتتون به اتمام رسید یا استعفا دادید، برگشتید تهران ولی در وزارت خارجه بودید و در جریان وقایع و حوادث بودید. اگر بخواید به برجسته ترین نکاتی که به لحاظ موضع گیری هایی که در دو طرف اتخاذ میشد یا اقداماتی که عراقی ها و ایرانی ها انجام دادن تا اینکه سطح تنش‌ها به مرحله تخاصم و جنگ رسید اشاره بفرمایید، از کجا آغاز خواهید کرد؟ از این اولا صدام حسین از نظر حقوقی تجاوزگر بود، در این مورد هیچ تردیدی نیست، ولی زمینه‌ای که به او اجازه داد به ایران حمله بکنه و حتی این امید رو داشته باشه که موفق باشه، آیت الله خمینی دقیقا سازنده این مشوق صدام برای حمله به ایران بود و همونطور که در این مقدمه اشاره شد، تضعیف دفاعی ایران، گروگانگیری که پیامدهای اون انزوای سیاسی ایران و تحریم‌های اقتصادی علیه کشور بود، تبلیغات صدور انقلاب و کمک‌های ایران به شورشیان و شیعیان مخالف صدام حسین در عراق. به طور کلی آقای خمینی همونطور که در سخنرانی خودش گفت معتقد بود که انقلاب ایران میتونه در عراق کپیه بشه، وگرنه او قصد دخالت نظامی در عراق نداشت، ولی به هر حال این تصور داشت و این زمینه صدام عراق، عراق اولین کشوری بود که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت و به خاطر نگرانی که صدام از مقبولیت انقلاب ایران در میان شیعیان عراق داشت، سخت علاقمند بود که با جمهوری اسلامی روابط عادی داشته باشه. این ایران بود که این مسئله رو رد کرد. و نکته جالب این که روز 28 سپتامبر سال 1980، یعنی درست 1 هفته بعد از جنگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای صادر کرد که در اون قطعنامه هیچ اشاره ای به تجاوز عراق نشد و فقط تقاضای آتش بس داده شد. و دیگر اینکه تقاضای تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به تجاوز عراق از طرف مکزیک و نروژ به سازمان ملل متحد ارائه شد، یعنی وضع ایران از جهت بین المللی به خاطر گروگانگیری نفی و نقض دینی ترین اصل روابط بین المللی، یعنی مسئولیت دیپلماتیک، اون رو نفی کردن، اصلا ایران به هیچ وقت زمینه ای نداشت که در سازمان ملل متحد بتونه حمایت بین المللی بگیره. و تا اونجایی که من میدونم این برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی بود که یک تجاوزگر در قطعنامه شورای امنیت متجاوز شناخته نشد. آقای فرهنگ، اشاره کرد به اینکه عراقی ها شخص صدام تمایل زیادی به ایجاد رابطه با ایران داشت بعد از انقلاب، بر چه اساسی این رو میفرمایید؟ کوتاه لطفا. من به اتفاق دکتر، به عنوان مشاور دکتر یزدی، در ماه اوت 1979 به کوبا رفتیم و در اونجا یک ملاقات 2 ساعته با صدام حسین و سعدون حمادی وزیر خارجه او داشتیم. از صحبت‌هایی که ما با این تردیدی در اونجا وجود نداشت که اینها علاقمند بودند که با ایران روابط عادی داشته باشند، هیچ تهدیدی در گفتگوی اونها وجود نداشت. و خیلی جالب بود که حتی قبل از اینکه ما به کوبا بریم برای شرکت در مجمع کشورهای غیر متعهد، عراقی ها از وزارت خارجه ایران میخواستند که آیا ایران عهدنامه 1975 الجزایر رو میپذیره یا نه. و ما وقتی به اتفاق آقای دکتر یزدی به قم رفتیم، یزدی از خمینی سوال کرد که ما در برابر این سوال عراقی ها قرار بگیریم که آیا ما این قرارداد رو قبول داریم یا نه. خمینی گفت نبگویید آری نبگویید نه.
از اونجا که اومدیم بیرون من از دکتر یزدی سوال کردم که بر چه مبنای او این حرف رو میزنه، گفت این قرارداد به وسیله دو فردی امضا شده که خمینی در تمام عمرش از اینها نفرت داشته و به هیچ وجه نمیخواد عهدنامه ای رو تایید بکنه که به وسیله این دو نفر امضا شده. یعنی شاه و صدام مقصودتون؟ جناب فرهنگ، من دوست دارم از بقیه دوستان هم پرسش بکنم، ولی باز یه نکته برای اینکه روشن بشه بعد بریم ادامه بحث. شما گفتید که در دیداری که با صدام حسین صدرنمادی در کوبا داشتید هیچ نشانه ای از اینکه اینها تمایلی به جنگ داشته باشن ندیدید. فکر نمی‌کنید شاید این ظاهر ماجرا بوده، پس به هر حال ذهن اونها یه داستان دیگری می‌گذشت؟ بدون تردید صدام حسین یک مستبد بود که از هر فرصتی میخواست استفاده بکنه، ولی در این حال نگران مقبولیت انقلاب ایران در عراق بود. و من خودم صحبت مفصلی که با سعدون حمادی داشتم، اینها صحبت از گفتگوی دو جانبه و مذاکره راجع به مسائل به اصطلاح دو کشور داشتن، و در اونجا کوچکترین تهدیدی از طرف صدام حسین و یا به هیئت عراقی در اونجا دیده نمیشد که ایران رو تهدید به جنگ بکنن. ولی در این حال زندگی صدام، سیاست او، استبداد او این خطر رو ایجاد کرده بود. و بهترین جالبترین نکته اینه که آقای محمود داعایی سفیر ایران در عراق که منتسب به خود آقای خمینی بود، او به ایران آمد و از آقای خمینی تقاضا کرد که از کمک به شیعیان ضد صدام دست برداره و از تبلیغات ضد صدام دست برداره و از صدور انقلاب رو کنار بگذاره، برای اینکه او نگران این بود که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه ما میتونیم در برابر حمله عراق و جنگ قرار بگیریم. و آقای داعایی این حرف رو بر مبنای اطلاعات و دانشی میزد که قبل از انقلاب در عراق داشت، یعنی قبل از سال 1975 رادیویی در عراق بود که با اجازه عراقی ها بر ضد ایران تبلیغاتی میکردن بر ضد شاه قبل از اینکه قرارداد امضا بکنن، و داعایی یکی از مسئولین این رادیو بود و با مسئولین امنیتی عراق روابط نزدیک داشت. خب حتی او به خمینی گفت پس من استعفا میدم، ولی خمینی به او گفت وظیفه شرعی شما اینه که برگردید به عراق و انجام وظیفه بکنید. و به اصطلاح شواهد زیادی در یک سال قبل از انقلاب بود که اگر همون وضع قبل از حمله عراق به ایران بود که اگر همون وضع ادامه پیدا کنه ما در برابر این خطر قرار می‌گیریم، ولی آقای خمینی به کلی تمام این واقعیات رو ندیده گرفت. ممنونم جناب فرهنگ. در مجموع شما در واقع تاکید داشتید که آغازگر جنگ به لحاظ حقوقی طبیعتاً صدام بود، ولی شخص آیت الله خمینی رو بی‌تأثیر نمی‌دونید در فراهم شدن زمینه این تخاصم و حمله. آقای سلامتیان، ببینید وظیفه اصلی یک کشور و کشورمداران و اونهایی که در رأس او هستند عبارت از اینه که کشور خودش رو از بلای جنگ مسون بداره. ابزار مسون ماندن از بلای جنگ برای کشورها در دنیایی که منشور ملل متحد داره، روابط بین‌المللی داره، یکی از اولیناش داشتن حسن همجواری یا حتی یه درجه بالاتر عقد مودت و همکاری با همسایگان خودشه. کشور ایران در سال 1975 پس از یک دوران پرتنش با عراق به قراردادی رسیده بود که ضمن اون قرارداد معین شده بود وضعیت شط العرب چیه، وضعیت مرزهای ایران و عراق 1200 کیلومتر، بیش از 97% ستونها و میله های مرزی میله گذاری شده بود، فقط 7% باقی مونده بود که کمیسیون مشترکی در عراق مشغول کار بود از ایران و عراق که این قسمت 7% آخرم انجام بده. دو کشور در حدی بودند که اصول مربوط به مودت و حسن همجواری را رعایت کنند. اساس حسن همجواری عدم دخالت در امور داخلی یکدیگره. قطعی است که زمان انقلاب ایران امری اتفاق افتاد، حتی قبل از انقلاب ایران این بود که دولت عراقی که در داخل خود دولت عراق یک اقلیت سنی حکومت میکرد، اکثریت شیعی مخالف بود، وحشت زده شد از اینکه در ایران یک مرجع شیعی رأس قدرت قرار بگیره. و متاسفانه در دولت ایران هم در وضعیت جدید
کوچکترین تجربه ای، آشنایی، آگاهی، شعوری نسبت به موازین بین المللی، قانونی بین المللی، ضرورت‌های حفظ صلح و حسن همجواری نبود. اگر دوست عزیزم فرهنگ به من اجازه بده، من یک مسئله رو مربوط به 3 روز یا 4 روز بعد از انقلاب ایران که معاون وزارت امور خارجه بودم خدمت آقای دکتر سنجابی عرض کنم. یک فرد عراقی که اسم کوچکش سید مهدی بود، فامیلش اگر اشتباه نکنم فیاض بود، که از همکاران بسیار نزدیک رئیس سازمان امنیت عراق بود و در سالهای اقامت آقای خمینی کسی بود که به امور مربوط به اقامت ایشان هم میرسید و تصادفاً با آقای دعایی و عده دیگه از طلابی هم که در اطراف آقای خمینی بودن ارتباطاتی داشت. این آقا به نمایندگی از جانب شخص صدام حسین به ایران آمد. سفارت عراق از ما درخواست کرد باش ملاقات کنیم. خود بنده ایشان رو باش ملاقات کردم و ایشون خواستش عبارت از این بود که میگفت صدام حسین مایل به ایران بیاد، انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسه و اعلام نوعی علاقمندی به انقلاب ایران بکنه. بنده به عنوان معاون وزارت امور خارجه از وزیر امور خارجه کسب تکلیف کردم که چی جواب بدم. وزیر امور خارجه از نخست وزیر وقت کسب تکلیف کرد. نخست وزیر وقت از آقای خمینی، مشخص تر بگم آقای خمینی در چنین مواردی دفتر آقای خمینی کسب تکلیف کرد و گفتند نه الان زوده، اجازه بدید کسی برای سفارت ایران معین بشه. مدتی بعد آقای دعایی رو به عنوان سرپرست معرفی کردن، به عنوان سفارت بود ایشون سرپرست شدن. آقای دعایی چندین هفته که رفت و برگشت، این صحبتی رو که الان آقای فرهنگ میکنه شروع کرد و بعدم به طور دائم در تمام اون ماها، بله، زمانی که باز آقای بنی سعد سرپرست وزارت امور خارجه بود، من رفت آمد به وزارت امور خارجه مجدداً پیدا کردم با اینکه اول استعفا کرده بودم، باز این مسئله مطرح بود که نگرانی از این که بعضی اظهار نظرها و بعضی از تحریکات از جانب ایران یا معارضین عراقی که ایران رو همسوی خودشون میدانستن و این وضعیتی که به وجود اومده بود که تناسب قوای بازدارنده بین ایران و عراق به هم خورده بود، ممکنه منجر به این بشه که قرارداد الجزائر رو عراق زیر پا بزنه. این نگرانی سخت وجود داشت. اما بهم اجازه بدید یه خلاصه‌ای بگم. آیین کشورداری و ملزومات کشورداری با آیین و ملزومات منبرداری فرق میکنه. با انقلاب ایران منبر کشور رو گرفت، منبر رأس حکومت گرفت، متناسب با ملزومات او بود. از اولین هفته های انقلاب، اول مشکل دیپلماتیکی که ما با کشورهای خلیج فارس داشتیم، تعیین امام جمعه برای کویت بود توسط آقای خمینی. در نظامی که امام جمعه نماینده رئیس کشوره، آیا تعیین امام جمعه برای کشور کویت امری جز مداخله در امور داخلی اون کشوره؟ و قص الهازا این ادامه پیدا کرد و باز آیین منبرداری منجر به این شد که 2 هفته قبل از قبول آتش بس ایران عراق، آقای خمینی بنابر ملاحظات منبر در جلسه‌ای در حضور بعضی از علمای بلاد گفتند صحبت از آتش بس و مذاکره در مورد عراق محاربه با رسول الله است و 2 هفته بعدش آتش بس رو پذیرفتند. پس ببینید ملاحظات و ابزار منبرداری با کشورداری فرق میکنه. هر وقت این ملاحظات در همدیگه قاطی بشن، مطمئن بشید دیگه عوامل بازدارنده بین المللی برای حفظ صلح و تنظیم روابط کشورها کاربردی نخواهد داشت. بسیار ممنون جناب سمحی. پس شما در واقع این برهم ریختن حالا مرز بین منبرداری و کشورداری رو بی تاثیر نمیدونید در آغاز جنگ، درست متوجه شد؟ در آغاز جنگ تا 37 سال بعد هنوز مسئله شماره 1. سپاسگزارم جناب ویسی. با سلام و یاد مدافعان وطن. ببینید جنگ یک پدیده کثیرالعله است، ولی اگه بخوایم مهمترین هاش رو بگیم، جنگ ایران و عراق به 3 دلیل اتفاق افتاد. یکیش انگیزه حکومت عراق و شخص صدام حسین برای انتقام گیری از ایران بعد از قرارداد 1975 الجزایر، که عراق احساس کرده بود این قرارداد در شرایط ضعف بر عراق تحمیل شده. دوم اشتباه 13 نفر از حاکمان ایران در فاصله مرداد 57 تا شهریور 59 در 26 ماه که توان عمومی نیروهای مسلح ایران را از بین بردند.
شخص شاه که ارتش رو خیلی دوست داشت ولی در 6 ماه آخر حکومتش ارتش رو به جای پلیس به خیابونا فرستاد و آقای خمینی، آقای رفسنجانی، آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی‌صدر، آقای مدنی، حتی آقای روحانی و کل اون 13 نفری که اون موقع حاکم ایران بودن با مجموع اعمالشون، آقای بازرگان، آقای بختیار، به چه نیت خیر داشتن چه نیت غیر از این، مجموعاً توان عمومی نیروهای مسلح ایران رو به عنوان مهمترین رکن دفاعی و بازدارندگی در مقابل تهاجم خارجی از بین بردن. و سوم، مجموعه منازعات مرزی و لفظی که بین ایران و عراق شد. در این 3 دلیل قطعاً عراق متجاوز بود و ما دفاع کردیم، ولی من معتقدم این 3 دلیل رو میشد کنترل مدیریت کرد و جنگ اجتناب ناپذیر میشد جلوش رو گرفت، در واقع جلوی جنگ رو. به این دلیل که ما اگر توان نیروهای مسلح اون از بین نمی بردیم، کسی جرأت تجاوز به ما نداشت. ما اگر در ابتدای انقلاب به جای دیپلماسی آرمانگرایانه دیپلماسی واقع‌گرایانه داشتیم، با نظام بین الملل صحبت می کردیم، دشمنی های منطقه را علیه خودمون تحریک نمی کردیم و در مورد عراق 5 تا کار مشخص رو انجام می دادیم، می تونستیم اراده عراق رو برای حمله حداقل روش تأثیر بذاریم. اینی که آقای دعایی گفتن رادیو اهواز علیه عراقی ها تبلیغ نکنه، حرف درستی بود. اینی که آقای دعایی با آیت الله خمینی پیشنهاد دادن یک فرستاده ویژه به عراق بفرستیم از طرف شما یا شورای انقلاب که فرستاده نشد، حرف درستی بود. اینی که ایران باید اون صحبت‌های آیت الله خمینی علیه ارتش عراق و دعوتش به قیام نمی‌شد، این حرف درستی بود. اینی که صدام و البک در فروردین 58 پیام تبریک فرستادن، می‌شد بهتر جواب داد. و اینی که تقاضای صدام برای سفر به ایران می‌شد پذیرفته بشه. از اون طرف موقعی که انگیزه عراقی‌ها برای حمله وجود داشت، ما میتونستیم با توانایی حفظ توانایی عمومی نیرو مسلح و دیپلماسی بهتر تلاش کنیم که اراده صدام رو خلع کنیم برای حمله، و اگر نمیشد اون موقع با نیرو مسلح جلوش میافتادیم. من اعتقاد دارم این 3 دلیل دلیل اصلی بودن، ولی جنگی که ما با عراق داشتیم، من با یک جمله میتونم بخش اول صحبت‌هام رو جمع‌بندی بکنم و اون اینی که ما چیزی به اسم جنگ خمینی و صدام یا جنگ شاه و صدام نداشتیم. ما مجموعه منازعات تاریخی ایران و عراق داشتیم که در دوره امپراتوری عثمانی شروع شده بود، با تشکیل ارتش کشور جدید عراق ادامه پیدا کرده بود، در سلسله درگیری هایی که در سال 1348 داشتیم تا سال 53 ما 12 مورد درگیری داشتیم. منتها بعد از انقلاب ایران عراقی ها احساس کردند شرایط برای این حمله آماده است، تجاوز کردند. سازمان ملل گزارش دبیرکل سازمان ملل تایید کرد که عراق تجاوزگر بوده و ما 8 سال دفاع کردیم. این دفاع هم اگرچه در یک جاهای اشتباهاتی بوده در مورد زمان جنگ که میشد پایان بدیم، چه روشی برای جنگ بود، اینها درست اشتباهاتی بود، ولی ما مجموعاً دفاع کردیم و از این نظر پیروز بودیم که ارتش عراق رو از خاکمون بیرون انداختیم. یه جمله هم راجع به اون فرمایش آقای فرهنگ میخوام بگم که گفتن در اجلاس هاوانا در تیر 58 صدام حسین با آقای یزدی صحبت کرده، ایشون هم بودن، به درستی هم گفتن که در اون جلسه صدام ابراز تمایل کرده برای روابط خوب، ولی بعد از این جلسه صدام با صلاح عمر علی که در اون جلسه بوده و در شورای فرمانده عراق هم عضو داشته، نیت واقعی خودشو میگه. صلاح به عنوان دوست صدام و همردش در همکارش در شورای فرمانده انقلاب میگه که عالی جناب، خوب شد دیگه با ایرانی ها مشکلاتمون رو حل میکنیم. صدام برمیگرده به صلاح عمر علی که اینو در کتابش هم نوشته، میگه صلاح تو چقدر ساده ای، بهترین فرصت تاریخی به وجود اومده که سر مار رو با سنگ بکوبیم و ایران رو از بین ببریم و اون حمله کنیم. اون تیر 58 که صدام به حکومت رسید، مرداد این دیدار بوده، در همون تیر 58 در کردستان و آذربایجان اولین حملات به پاسگاه‌های مرزی ما میشه. سندش هم هست که سفیر عراق عذرخواهی میکنه. در آبان 58 دوباره حملات مرزی به پاسگاه‌های ما در پاسگاه جنوب میشه و منجر به تنش میشه. و در خرداد که در نوروز که کار اینقدر تنش بالا میگیره که سفرا رو فراخوان میکنن که اون 6 ماه بعد منجر به جنگ رو. من الان نگرانم زیاد از حدم صحبت کرده باشم، بعد خدمت شما. جناب سپاس، خیلی کوتاه، این تأکیدی که روی نقش مثلا شخص آیت الله خمینی شد در تحریک عراق یا صدام حسین، شما خیلی پررنگ نمیبینید این رو؟
مؤثر بود. یک رهبر کشور وظیفه‌اش اینه که خام برخورد نکنه. آیت الله خمینی خام برخورد کرد. در شرایطی که ما نیرو مسلح و قوی نبود، این صحبت‌ها رو هم راجع به ارتش عراق می‌کرد. به نظرم اگر رهبران کشور دیپلماسی واقع‌گرایانه داشتن، باید هم صدام رو میپذیرفتن، هم فرستاده میفرستادن، هم مذاکره میکردن، هم در سطح بین‌الملل همچنان که آقای فرهنگ و آقای سلامتیان گفتن یک دیپلماسی بهتری رو به کار میگرفتن که دنیا علیه ما نباشه. ببینید ما موقعی که قرارداد 75 ازمون سوال میشه و آیت الله خمینی میگه نبپذیرید نرد کنید، این حرف خوبی نیست. بهترین قرارداد در تاریخ روابط خارجی ایران در بحث مرزی قرارداد 1975 جزایر بوده، ولی متاسفانه در ابتدای انقلاب ملی‌گرایی چیز مذمومی بود، در حالی که بعداً به این نتیجه رسیدیم نه، چیز بدی نیست و دفاع از وطن در همه جای دنیا خیلی قابل احترامه. و نه تنها ما به رزمنده‌هامون احترام میذاریم، تمام دنیا، آمریکا، انگلیس، کسایی که برای وطن جنگیدن جاشون روی سره، حتی اگر اشتباهاتی هم در نحوه جنگیدنشون بوده باشه. بسیار ممنونم. بخش اول ما یه مقدار پاسخات طولانی شد، از این به بعد شاید بتونیم یه مقدار سرعت بیشتری بدیم. جناب فرهنگ، شما با توجه به صحبتایی که شد، در چون تأکیدی که داشتید روی نقش آیت الله خمینی، ارزیابیتون چه هست؟ سلام. واقعیت اینه اگر ما بخوایم بینش و رفتار و شخصیت صدام رو به عنوان یک تجاوزگر در نظر بگیریم، میتونیم اون رو محکوم بکنیم. ولی واقعیت امر اینه که او در زمانی میخواست به ایران حمله بکنه که امکان موفقیت براش وجود داشت. این امکان رو آقای خمینی ایجاد کرده بود. ببینید، در توجهی که ما در اینجا نداریم اینه که موقعی به ایران حمله کرد که ما در گیردار گروگانگیری بودیم و این گروگانگیری برای اولین بار تو تاریخ معاصر بود که یک کشوری اومده بود 50 و چند نفر دیپلمات‌های کشورهای دیگه رو گرفته بود و اینا رو زندانی کرده بود و هیچ توجیهی هم بر رابطه نداشت. بنابراین وقتی که سازمان ملل متحد اولین قطعنامه رو صادر کرد، فراموش نمی کنم. اولین فردی که برای خاتمه جنگ یا برای به اصطلاح حل و فصل مسئله جنگ از طرف والتان منتصب شد، اولاف پامه بود. اولاف پامه وقتی به ایران اومد، من و سعید سنجابی با او ملاقات کردیم و فراموش نمی کنم که به او گفتیم که ما در واقع هیچ کاره ایم، تنها کسی که در ایران بتونه این معضل رو حل بکنه آقای خمینی است. و خمینی حاضر نشد با او ملاقات بکنه، رفت به عراق. دفعه دوم که به ایران اومد، حرف بسیار جالبی زد که من تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. گفت این جنگ اگر خمینی و صدام حسین حاضر نباشند آتش بس رو بپذیرن و این جنگ رو خاتمه بدن، بسیاری از نیروها در دنیا میخوان این جنگ فرسایشی بشه. و دقیقا فرسایشی کردن جنگ موضع خمینی هم بود که میگفت که عبارت معمولی که داشت، جنگ چیز خوبی است. یعنی بین موضع ایران و بین موضع دستراستی های اسرائیل و دستراستی ها در اروپا و آمریکا و حتی روسیه، این اتحاد برقرار بود که این جنگ فرسایشی بشه. 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروخته، به ایران با. یا عراق اسلحه فروخته. 11 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر 2 کشور اسلحه فروختن و بهایی که ایران برای این اسلحه داد خیلی بالاتر و بیشتر از قیمت بازار بود. چرا؟ به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران که ما برای خرید وسایل جنگی که سخت بهش نیاز بود در دوره جنگ، میباید اینها رو در بازار سیاه خریداری کرد. ولی تمام اینها رو من میگم، ولی یک نکته اساسی که در اینجا بهش توجه نشده باید ذکر کرد و اون اینه که این جنگ اگرچه برای منافع ملی ایران فاجعه بار بود، ولی برای بقای رژیم جمهوری اسلامی، یعنی یک رژیم استبدادی که به طور کلی هر نوع کثرت‌گرایی رو رد میکنه و معتقد به مطلق اندیشی در مواضع خودش است، یک دست ابزار بسیار مهمی بود که این جنگ تونست جمهوری اسلامی رو در واقع نهادینه بکنه و همه منتقدین و مخالفین، کسانی که در این انقلاب شرکت کرده بودن، اینها رو حذف بکنه. ممنونم جان فن. یعنی معتقدید که ادامه جنگ هم به یک معنا شاید
تعمدی درش بوده از این جهت که میتونست کمک بکنه در داخل برای تحکیم حکومت؟ بدون چونه چرا وگرنه در تابستون 1982 موقعی که ایران موفق شد که همه نیروهای عراقی رو از کشور خارج بکنه، و من همین دیروز و پرروز در مطالعاتی که داشتم کشورهای عربی خلیج فارس حاضر بودن بدون اینکه نامی برن حتی برای کمک به بازسازی تخریب جنگ در ایران کمک‌های مادی به ایران بکنند، ولی خمینی حاضر نشد اون رو بپذیره و در پاسخ به تقاضای اونها برای پذیرش آتش‌بس و کمک اقتصادی به بازسازی ایران اومد شعار اینکه ما از راه کربلا میخوایم بریم قدس رو بگیریم. یعنی در واقع خمینی یک آدمی که یک بعد بسیار تاریکی در شخصیت او بود، قدرت مطلق او رو به جایی رسونده بود که واقعا فکر میخواد بره قدس رو بگیره و برای گرفتن قدس حاضر بود ایران جان رو فدا بکنه. ممنونم جناب فرهنگ. یعنی مجددا شما روی نقش شخص آیت الله خمینی حتی در ادامه جنگ هم تاکید میکنید. آقای سلامتیان، روی ماجرام حرف زیاد بوده، چون همون سال ماه‌ها یا هفته‌های ابتدای جنگ گفته میشه که حالا میشد راه حل‌های پیدا کرد، ولی به دلیل اختلافات شدید سیاسی در داخل ایران بود. از جمله مثلا گفته میشه که خیلی‌ها راضی نبودن تا آقای بنی‌صدر بتونه مثلا پیروزی در خط مقدم جنگ به دست بیاره، به خاطر اینکه نگران بودن که در اصل از نظر سیاسی در تهران نمیشه مهار کرد آقای بنی‌صدر. نظیر اون چه که مثلا در مورد درگیری یا اختلاف نظرهای خیلی شدید بین ایران و آمریکا در 35 سال گذشته بوده، از این نظر که همیشه این بوده که حالا کدوم جناح باب مذاکره رو باز بکنه، برای همین هر دو در واقع جلوی همدیگر رو گرفتن برای اینکه این درگیری بتونه به اتمام برسه. آیا چون این چیزی در ابتدای جنگ هم از دید شما وجود داشته؟ ببینید، من باز مسئله رو نه از نقطه نظر مسئولیتش نه از نقطه نظر عواقب شخصی نمی کنم. من اساس بحثم عبارت از اینه که کسانی که بر کرسی حکومت یک کشوری تکیه زده اند، وظیفه اولشون حفظ صلح برای مردم کشور خودشونه. اگر نتوانند حفظ صلح بکنند، شکست خوردند. تاریخ هم به نیت افراد کمتر نگاه میکنه تا به نتیجه کارشون. من به کرات گفتم هیچ کسی در طول تاریخ آلمان به اندازه هیتلر شیفته ملت آلمان نبوده، و هیچ کسی هم به اندازه هیتلر به ملت آلمان لطمه نزده. نتیجه و نیت. من نیت رو نمیتونم ببینم، اما نتیجه رو میتونم ببینم. نتیجه عبارت از اینه که اگر در دولت بعد از انقلاب به حد کافی هماهنگی و یک پارچگی وجود داشت که نیروهای مسلح خودش رو فرماندهی منظمی براش درست کرده بود، برای یک کشوری که انقلاب کرده بود و با انقلاب یک نیروی عظیم اجتماعی به وجود اومده بود، چنان قدرتی به وجود میمد که هیچ گرگ متجاوزی در هیچ جای دنیا فرصت و جرأت این که قصد تجاوز بکنه رو در سر نمی پروراند. اگر سرمایه عظیم تجهیزات نظامی که شاه از خودش بای گذاشته بود، سازمان ارتشی که از ارتش متحد و شکل 1300 تا 1357 شکل گرفته بود، و نیروی انقلابی و مشروعیت مذهبی نتوانست جلوی صدام حسین که در دنیای آن زمان وزنی و کسی نبود بگیره که هوس گرفتن ایران رو بکنه، این ضعف و نقصان حاکمین است که این وضعیت رو نفهمیدن. متناسب با همین هم میگویم، باز این همون چه گفتم، ملاحظات منبر و ملاحظات کشورداری فرق میکنه. در ماه‌های اول انقلاب و سال اول انقلاب و هنوزم که هنوز مقدار بسیار زیادی، کشمکش‌های داخلی، کشمکش‌های درون سرای قدرت کل قیصریه کشور رو به خطر میاندازه. آقای جان فرماتیان، نکته‌ای که شرمسارم، نکته‌ای که آقای فرهنگ اشاره فرمودن، این که از جنگ برای گروکشی سیاسی به یک معنا استفاده شد، یعنی اینکه تعمدن برای تحکیم حکومت. حالا ممکنه که بگه که این نتیجه حالا غیر خواسته اون بود، این اتفاق افتاد، ولی آیا تعمدی در این ماجرا بود جناب سلامتی؟ ببینید، من راجع به تعمد و نیت سوء هیچ حرفی نمیتونم بزنم. امروز مسئله محکمه الهی است و قضاوت تاریخ.
اما اگر از من بخواید واقعیات تاریخی رو بگم، ببینید از من این انتظار را نداشته باشید که به عنوان قاضی شهر یا قاضی تاریخی راحت یکی رو محکوم بکنم یا تایید بکنم. نه، اما من میگویم در هفته های اول جنگ، 6 روز از جنگ ایران عراق گذشته بود، که نیروی هوایی ایران با وجود اینکه در جنگ غافلگیر شده بود، با وجود اینکه فقط 44 تا گروهگان آمریکایی گروهگان نبودند، بهترین خلبانهای نیروی هوایی ایران در زندان بودند، بهترین نیروهای فرماندهی کننده ارتش ایران که والا تا مغز استخوان سلطنت نلب نبودند، حاضر بودند برای کشورشون جانفشانی بکنند، رو باید میرفتن از زندانها میبردن بیرون که بعد برن حمله بکنن به عراق. اما 3 روز بعدش جواد فکوری، که من لازم میدونم اینجا یاداوریش رو بکنم به عنوان یک مدافع این کشور، توانست کاری بکنه که عراقی که میخواست از نقطه نظر هوایی ایران رو غافل بگیر کنه، خودش غافل گیر شد. بنابراین تفوق نیروی هوایی عراق بر ایران 3 روز بعد از شروع جنگ ایران عراق به هم خورد. تفوق نیروی هوایی ایران 2 مرتبه مستقر شد. مدتی بعدش نیروهای زرهی عراق که به تقلید شیوه جنگ 6 روزه اسرائیل تصمیم گرفته بودند، فکر میکردن 48 ساعت دزفول رو میگیرند، به علت اینکه نیروهای هوانیروز ایران وارد میدان شدند، البته مقداری نیروهای نامنظم با آربیجی روی موتور میمدن، زمینگیر شد. و باور کنید 4 روز یا 5 روز بعد از این عملیات فلاحی رئیس ستاد ارتش وقت، من با ایشان در دزفول بودم و در حوزه عملیاتی بودم، به من گفت دیگه ارتش عراق زمینگیر شد. از زمانی که زمینگیر شد به ما مهلت بدهند تا عید نوروز ارتش عراق از خاک ایران اخراج میشه. اما وارد سرزمین عراق شدن مسئله بین المللی است. بله، بعد از این که آقای بنی صدر هم قبول کرد طرح رهبران کشورهای اسلامی و غیر متعهد که آمدن در ایران یک طرح آتشبسی نوشتن، که باور کنید اون طرح آتشبس در کلیات خودش تقدیر بسیار جزئی با آتشبسی داشت که 8 سال بعد پذیرفته شد، تمام مسئله رفت دنبال اینکه آقای بنی صدر رو برکنار کنند. و حتی در تریبون مجلس گفتند که آقای بنی صدر میخواهد پیروزی جنگ با عراق و آتشبس رو ابزاری بکنه که بیاد تهران رو فتح بکنه. حال این که آقای بنی صدر نه کودتاچی بود نه قصد چنین کاری را داشت. متناسب با همین مسائل من میگویم وقتی تمام مصلحت داخلی و بین المللی یک کشور گرفتار شیوه های تبلیغی و ملزومات بسیج کردن پاممبری ها میشه، در کشورها فاجعه های به این شکل هم به وجود میاد. آقای سلامتیان، چون برای اینکه این مثال ها بتونه کمک به پیشبرد بحث ما بکنه، بحث امروزمون، چون اشاره کرد که کاری با مسئولیت ندارید، ولی مجموعه نکاتی که گفتید، مگه میشه در نهایت مسئولیت رو نادیده گرفت و نگفت که به هر حال چه کسی مسئول داستان بود؟ من قبا و ردای قاضی نه برای قاضی تاریخ نه قاضی یک محکمه ندارم. آقای ویسی، جناب ویسی، ببینید با اون عرضی که خدمتون کردم، مجموعاً توان بازدارندگی یا از طریق نیرو مسلح ایجاد میشد یا از طریق دیپلماسی عمومی. من هم معتقدم مثلا نیت خیر یا نیت شر رهبران مهم نیست، مهم اینه که اون 12-13 نفری که از مرداد 57 تا شهریور 59 مسئول حکومت در ایران بودن، نتونستن این توان بازدارندگی رو حفظ کنن که عراق توان خودش رو این نبینه که به ایران حمله بکنه. خب هر کسی در مسئولیت ردش بالاتر، مسئولیتش هم بالاتر و وظیفه‌ای که داشته بیشتر. به نظر میاد آیت الله خمینی و مجموع زیر دست داشت در 19 ماه پس از انقلاب کار رو طوری اداره نکردن که صدام حسین احساس نکنه که میتونه به ما حکومت حمله بکنه. اگرچه من میگم انگیزه عراق در حمله به ایران بحث اوله، اصلا تردیدی نیست که با اون حرفی که صدام به صلاح عمرعلی زده بود و مجموعه حرکات بعدیش، صدام در قصد حمله به ایران داشت. حتی در تیر 58 که صدام البک رو محترمانه کنار زد، من هنوز در پژوهش تاریخیم به این نتیجه نرسیدم که صدام میخواست به ایران حمله کنه البک رو کنار زد
خودش رئیس جمهور شد یا نه بعد از اینی که رئیس جمهور شد احساس کرد که شرایط برای حمله به ایران فراهمه. ولی هرچی هست مجموعه شواهد و قرائن نشون میده که صدام از تیر 58 یک سلسله اعمالی رو نشون داده که دنبال حمله به ما بوده. اولین درگیری مرزی اونجا بوده، بعد آبان 58 اون کار رو میکنه پاسگاه مرزی، بعد میاد بمباران ها رو شروع میکنه از ابتدای سال 59. ببینید من خودم چون در قصر شیرین بودم 6 ماه قبل از جنگ تجاوزهای عراق رو خودم دیدم، از کسی نشنیدم، گلوله باران هایی که عراق میکرد. عراق اگر ادعاش هم این بود که ما اون ارتفاعات جبل حمرین رو میخوایم که در قرارداد 1975 به ما قرار شده بدن، یعنی زینالکوش، سیف صد، اون پایین ترش که عراقی ها بعد که گرفتن اسمشو گذاشتن ابی عبیده و لشکر یک عراق جنرال صبا فخری حمله کرد، این 400 کیلومتر مربع رو در شهریور 59 قبل از شروع جنگ گرفت. خب اگر بحث اینا بود، اینا که در 16 شهریور تا 24 شهریور که عراقی ها این رو گرفتن، اینی که 12 لشکر عراق از مرز عبور کرد، معلوم میشد اونها فراتر از حرفای آیت الله خمینی و فراتر از اینی که ماها مثلا یک رادیویی داشتیم علی عراق، اینا از همون سال 58 13 ماه قبل از حمله به عراق به ایران دنبال حمله به ما بودن. آقای رئیسی یه زاویه دیگری رو اگر بتونیم باز بکنیم، چون حالا بحث مسئولیت که شد من از این نظر این رو پرسیدم که شما 13 نفر اسم بردید، خب نیمی از اونها هنوز در عالی ترین مقام ها یا صندلی های کشور نشستن، یا بخشی از اونها اگر از دنیا رفتن میراثشون کماکان حاکم هست بر کشور. بنابراین حالا نکته که جناب سلامتی اشاره فرمودن، یعنی این مسئله مسئولیت مهمه از این جهت که امروز هم به هر حال بر حیات و ممات کشور اون نگاه داره حکومت میکنه. بنابراین از این نظر خب میشه این رو پرسید. شما جناب ویسی یه نکته اشاره فرمودید که گفتید که در هر جای دنیا فارغ از اینکه افراد در جنگ اشتباهی کردن یا تصمیم درستی گرفتن، ولی در نهایت کاری که کردن رو بهش احترام میذارم. من خیلی کوتاه واقعا در حد یک دو جمله از همه دوستانی رو میخوام بپرسم. از جمله خود شما جناب ویسی اشاره کردید به مثلا میراثی که آیت الله خمینی داشته سر ماجرای جنگ. آیا کماکان فکر میکنید که قابل احترام هست امروز بعد از 20 سال میراثی که داشتن جنگ، نزدیک یک میلیون کشته و الی آخر؟ من در 4-5 جمله کوتاه میتونم اینو تفکیک کنم، در یک جمله نمیشه گفت. یک، عراقی ها به ما تجاوز کردن، ما دفاع کردیم، کسایی که رفتن دفاع کردن باید دست و پاشون رو بوسید که ارتش متجاوز رو از ایران انداختن بیرون. این یک. دو، مسئولین ارشد کشور در اون 26 ماه و 19 ماه بعد از انقلاب باید دیپلماسی عمومی بهتری می‌داشتن و توان عمومی ارتش و نیرو مسلح رو حفظ می‌کردن که عراق به ما حمله نکنه. دو، سه، در اون مقطعی که ما جنگیدیم در امور استراتژیک ما اشتباهاتی داشتیم، از جمله من معتقدم یکی از بهترین زمان‌ها برای پذیرش خاتمه جنگ اگر خرمشهر نبود در 64 که ما فاو رو گرفته بودیم باید جنگ رو پایان میدادیم. اگرم مسئولین ایرانی میگن کسی به ما ترسل نداد، این اشتباه و قصور از ما بوده. ما در موقعی که فاو در اختیارمون بود باید طرح صلح ارائه میدادیم و ما میخوایم جنگ رو نکته همون. احترام جناب ویسی چقدر قابل احترام هست؟ من عملکرد عمومی کشور رو بعد از اینی که جنگ شروع شد، نه قبل از اون، موقعی که جنگ شروع شد با وجود اشتباهات استراتژیکی که ما داشتیم، عملکرد عمومی کشور در دفاع قابل احترام میدونم. آقای فرهنگ. بله، من با این بینش ایشون کاملا مخالفم چون ارتباطی با واقعیت نداره. به این شکل که از این بیش از 500 هزار ایرانی که در این جنگ کشته شدن، اکثریت قریب به اتفاقشون از فقیرترین و محرومترین بخشهای جامعه ایران میومدن. یعنی اگر برگردیم از خانواده رفسنجانی و بهشتی و خامنه ای و خمینی، هیچ کس در این جنگ جون خودش رو فدا نکرد. بنابراین بچه های 14-15 ساله رو بهشون یک گردنبند زده، پلاستیکی زدن که شما برین وارد بهشت میشین، این یک جنایت ظالمانه است که ما بخوایم به این احترام بذاریم. از نظر کلی و انتزاعی دفاع از یک کشور کاملا مورد احترام هم است، ولی به جزئیات و واقعیات که توجه میکنیم میبینیم که یک عده مستبد تا
تصمیماتی میگیرن که ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره و با هوافریدی میتونن محرومترین بخشهای جامعه ایران رو فدای این جنگ رو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر انسانی. نکته به اصطلاح مهمتری که در اینجا باید بهش توجه کرد اینی که مسئولیت فرد بسیار مهمه. ما چگونه میتونیم بگیم که من به نیت فرد و به اعتقادات فرد توجهی ندارم، فقط نتایج رو میبینم؟ بسیاری از اوقات نتایج ناخواسته از نیت میاد بیرون. آقای خمینی، و بعد یه نکته دیگه هم که در اینجا حتما باید بهش اشاره بشه و اصلاح بشه اینه که 19 نفر و 13 نفر در ایران قدرت نداشتن این زمان شاه، بعد ما یک رهبر مطلق اندیش داشتیم که کوچکترین توجهی به نظرات دیگران نمیکرد و توی فرهنگ سیاسی بسیار ممنونم جناب فرهنگ. چون من یک پرسش دیگه دارم که میخوام به هر حال یه دو سه دقیقه هر نفر فرصت پاسخ داشته باشن. آقای سلامتیان، پاسخ شما به همین سوال رو در دو سه جمله بشنویم، سپاسگزار خواهم. ببین، من بین دو تا چیز تفکیک میکنم. ملت ایران ملتی که در بدترین شرایط توسط یک تجاوزگر غافلگیر شده، ناتوانترین و بدون صلاحیت ترین حکومت ها را هم در اون زمان برای دفاع از کشور خودش داشته، توانسته با جانفشانی فداکاری یک امر دفاعی رو به جلو ببره تا روز آخر جنگ. این ملت قابل احترام، قابل تقدیس. من سر تعظیم فرود میارم. نه آقای سلامتی، بحث مردم نیست، بحث مسئولیت. اجازه بفرمایید قربان، اجازه بفرمایید. من که نمیشه فقط اونجوری که شما میگید بله بگم، که وقتی که نمیشه بحث کرد. نه آخه جناب سلامتی، وقت برنامه محدوده. من پرسش من یه چیز دیگه است از این نظر. پس من عرضی دیگه ندارم. اگه نمیتونم یک جمله‌ام رو تمام بکنم، عرضی دیگه ندارم. نه آقای سلامتی، پاسخ پرسش رو اگر بفرمایید بنده. پاسخ پرسش شما دو قسمت داره قربانیات گردم. نه بنده پرسش هم درباره مسئولان هست آقای سلامتیان، نه مردم. بحث مردم که نیست. مسئولان در خلأ نیستن. جنگ ایران و عراق، 8 سال مقاومت کردن مردم، قبرستان هایی که پر از کسایی که جان خودشونو برای فدای وطن کردن، این رو نمیشه در اینجا فراموش کرد. مسئله اینه که حکومتگران میگفتن جنگ تا رفع فتنه در جهان، اونها از سرزمین و خاکشون دفاع میکردن. به همون اندازه که ناتوانی اونها مسئولیت جنگ رو داره، در اینجا نمیگم مسئولیت نیست، به همون اندازه در یک جنگ میهنی مردمی که علارغم اون از کشورشون دفاع کردن مردم محترمی هستن. و در این شرایط و احوال من نمیتونم وظیفه دفاع از میهن رو به علت ناتوانی و سوء نظر و سوء سیاست حاکمین اون اقدام رو ارجگذاری نکنم بهش. نه آقای سلامتیان، پرسش راجبه یک چیز دیگه است. وقتی میگیم که شما نظرتون راجبه مثلا الف چیه، نمیشه ب رو تقدیس کرد، چون اصلا پرسشی راجبه ب وجود نداره. یعنی بحث اون نیست به طور از این نظر بنده. از نظر شما رابطه‌ای وجود نداره، از نظر من رابطه وجود داره. نه بحث رابطه نیست. من میگم مثلا کارنامه آقای سلامتیان در این بحث چه بود. شما نمیتونید بگید که آقای ویسی نظرات بسیار درخشانی داشت، چون صحبت از بیاناتی که شما میفرمایید. من اون رو طبعا اینا به هم رفت. آقای ویسی، در شرایط فعلی خیلی کوتاه اگر محبت بفرمایید همه دوستان، به هر حال یک تنش‌های دیگری حالا اشاره شد به ابتدای انقلاب، بحث ایران عراق، امروز هم شاهد یک تنش لفظی بین ایران و عربستان هستیم. فکر می‌کنید که از اون تجربه ابتدای انقلاب، بحث ایران عراق، چه درسی میشه برای امروز گرفت؟ یک کنیم دقیقه ممنون خواهم شد. خواهش می‌کنم. من اول یه جمله بگم. من منظورم در دفاع در جنگ بود، وگرنه اون اعدام‌های دهه 60 و کارهای غیر دموکراتیک حکومت استبدادی، اینها خب غیر قابل دفاع است. در دفاع در جنگ علارغم خیلی از اشتباهات، عملکرد عمومی دفاع کشور قابل قبول. اما در مورد این ایران و عربستان که می‌فرمایید، من معتقدم مهمترین درسی که ما می‌تونیم بگیریم اینه که کنترل و مدیریت کنیم اختلاف‌ها و تنش‌هایی که بین ایران و عربستان هست از طریق دیپلماسی و از طریق راه‌های غیر نظامی، که بتونیم این اختلافات به کنترل و مدیریت در بیاد، چون نه به مصلحت ما هست نه به مصلحت ایران و عربستان که درگیری بشه. و من هم معتقدم
در مجموع با وجود این تنش‌هایی که بین ایران و عربستان وجود داره و خیلی هم زیاد شده با توجه به اختلافات منطقه‌شون، ولی به دو دلیل مهم ما به سمت جنگ نخواهیم رفت دو کشور. دلیل اول اینی که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت جهان است و حفظ ثبات بازار و مشتریا براش مهمه که روزی 8 9 میلیون بشکه نفت از رأس تنوره صادر میشه. نمیخواد دنیا احساس ناامنی کنه در مورد رگ حیاتی عربستان. بله. و در مورد ایرانی ها، چون ایرانی ها توان عمومی کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه خطر سقوط حکومت، نمیخوان وارد یک جنگ تمام عیار بشن. بسیار متشکرم جناب فرهنگ. بله، در اینجا طرفین من موافقم که نیت جنگ ندارن، ولی در سراسر تاریخ بسیاری از جنگ ها در این نوع تقابل ها و تبلیغات تهدیدآمیز با یک اشتباه یا یک تصادف آغاز شده. این نبوده که نیت جنگ رو داشته باشن. دوم این که اختلاف بین عربستان سعودی و ایران هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور نداره، بلکه تضاد نیست بین دو رژیم استبدادی که در چارچوب منافع ملی فکر نمی کنند. یعنی آقای خمینی اصلا چیزی به اسم منافع ملی براش وجود خارجی نداشت، برای صدام حسین هم وجود نداشت، امروز هم برای دولت عربستان سعودی که در چارچوب وهابیگری یا ایران در چارچوب شیعه‌گری که در واقع شباهت‌های بسیار زیادی بین ولایت فقیه و خانه سعود وجود داره، برای اینکه رفتار و کردار اینها خصوصا در رابطه با دگراندیشان و در رابطه با ارزش‌های دموکراتیک و مدنی تشابهات بسیار زیاد داره. بنابراین این رژیم های استبدادی همیشه میتونن در بعضی قرار بگیرن که خودشون رو در چاله‌ای ببینن که نمیتونن ازش بیان بیرون و در اون چاله میتونه خشونت و درگیری نظامی به وجود. بسیار متشکرم آقای سلامتیان عزیز. درسی که از تاریخ میشه گرفت برای تنش فعلی در هر زمانی امکان این که همون جوری که آقای فرهنگ گفتن حوادثی منجر به این بشه که کشورهایی ناخواسته وارد جنگ بشن علارغم نیتشون وارد جنگ بشن زیاده، امروز هم زیاده. یک شرط اولیه برای این امر عبارت از اینه که قولهای استبداد و قولهای که قواعد و مقررات بین المللی رو رعایت نمی کنند سعی بشه در چهارچوب روابط بین المللی بیارن. روابط بین‌المللی اینه احترام گذاشتن به منشور ملل متحد، احترام گذاشتن به قواعد حسن همجواری و مذاکره. ایران و عربستان سعودی امروز بیش از هر زمان دیگر به جای رجز خواندن و تهدید کردن همدیگه احتیاج به این دارند که دو به دو به دور میز مذاکره بنشینند و شروع بکنند مسائلشون رو حل بکنند، وگرنه هر دو کشور به دامن جنگی کشیده میشند که نه تحمل عواقبش رو دارند نه تحمل کنترلش رو دارند. بسیار بسیار متشکرم احمد سلامتیان، منصور فرهنگ و همینطور مراد ویسی. خیلی ممنونم از هر دوی آقایان و بسیار متشکرم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای یک هفته روی صفحه ما در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس هست. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه دو. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه دو. این برنامه رو روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً میتونید ببینید و لینک کانال یوتیوب ما روی صفحه فیسبوک خواهد بود. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.